مسئله تعریف شیعه و تشیع خیلی فراتر از این حرف هاست. مسئله مسئله اخلاقی حقوقی است تشیع، نه یک مفهوم نمادین و مناسکی فقط. ما الان به کدوم محله یا آدمای میگیم اینا شیعه هم پیو اهل بیت، محب اهل بیت، مذهبی هم اینا که الان خب عاشورا تاسوعا داره میاد، از مثلا 20 روز قبل شروع میکنن پیامک محرم بهم دادن، هنوز یک ماه مونده به محرم، مثلا سه تا دهه فاطمیه رو بگیده، مثلا همه سیاه بپوشن آش نظری بدن، اینا نیمه شعبان همه جا چراغونه، اینا اینا تقریبا سقف ملاک های ماست برای که بفهمیم کیا آدم های مذهبی متدینن یا نیستن. من فقط عرضمو با چند تا روایت ختم میکنم. در تعریف شیعه اهل بیت از زبان خود اهل بیت سلام الله علیهم، اونا تعریف کردن شیعه کیه. به ماها میگن شماها ما رو دوست دارین، محبید، نگید شیعه اید، اگه بگید شیعه اید شما دروغ گفتید و معصیت کردید. خیلی از ماها شیعه نیستیم، بخش مهمی از ماها دچار توهمیم، دچار توهم تشیعیم، خیال میکنیم شیعه اید. روایت از امیرالمومنین علیه السلام در تعریف شیعه، هر کسی به هر کسی بگه مشکل تو مشکل من است، یه اولین علامت شیعه است. فرمودن در راه ولایت ما به همدیگه بذل و بخشش میکنن. از نظر ما کسانی اهل ولایت ما و شیعه هستن که به همدیگه مدام محبت ببرزند و محبت کنند و محبانه با هم حرف بزنند، یعنی به همدیگه مدام بگن آقا ما خلاص خاطر خاطیم، من دوستت دارم، به فکرتم. یعنی رابطه دوستی و محبت، رابطه لبخند، رابطه احوال پرسی بین مردم در او جامعه اصل حاکم باشه. فرمودن برای زنده کردن امر ما، یعنی پرچم حق، برای اصلاح جامعه و جوامع بشری مدام با هم در ارتباط باشن و کار جمعی و تشکیلاتی بکنن و به دیدار هم برن، خونه های هم برن، جلسات مشترک داشته باشن، هیچ کس تنها نمانه، همه با هم کار جمعی کنن، کار تشکیلاتی کنن برای بالا رفتن پرچم حق. فرمودن وقتی که عصبانی میشه شیعه زور نمیگه، عصبانی ممکنه بشه، اما وقتی عصبانی شد دیگه چاک دهنش رو بانده میکنه، هرچی به دهنش میاد میگه. فرمودن وقتی هم خوشحال میشه شاده، تو شادی هم زیاده روی نمیکنه، دیگه نمیگه بزن بریم، تو شادی هم افراط نمیکنه، حد نگه میداره. فرمودن شیعه کسی است که برای همسایگانش برکت باشد. فرمودن اگه یک جایی میخواید بفهمید که شیعه هست، از همسایه هاش سوال کنید که او رو دوست دارن یا نه. هر کس همسایه هاش دوستش ندارن شیعه نیست. فرمودن شیعه کسی که تو هر جلسه ای باشه اون جلسه صلح و صفا است، تو هر تشکیلاتی باشه، تو هر جمعی باشه، اونجا صلح و صفا است، همه با هم خوب، با محبت، محیط شاد، سالم.